خب بینگان عزیز، شما گزارش دیدن بکنون هم با محترم شرف الدین عظیمی، استاد پانتون و همچنان روانشناس که هم یکنون از طریق اسکایپ با ماستن، در مورد تاثیرات استفاده از مواد مخدر بالای سیستم تناسلی و مقاربت های جنسی به ویژه در نزد از او کسایی که زن و شوهر هر دوشان به مواد مخدر مبتلا هستند بحث میکنیم. آقای عظیمی سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمده. زما سلام و نحب ممانه محترم شرف الدین عظیمی صاحب کرمادن چه خبرونه تا حاضر سوال است. از میسه ضمن ای که ما گزارش هم را شما یک جا مشاهده کردیم، میخواستم نخست شما بپرسم که استفاده از مخدرات چقدر زیاد در مقاربت های جنسی میتونه تاثیر گذار باشه؟ متاسفانه یکی از موارد و مشکلاتی که در حوزه مواد مخدر مطرح است و نقش داره جدی است و رابطه جنسی و مقاربت جنسی یا انتقال امراض توسط رابطه های جنسی و امثال موارد هستند. بسیاری از معتادین و افراد و اشخاصی که از مواد مخدر استفاده میکنه، بخصوص از پیچکاری استفاده میکنه یا از وسایل مشترک استفاده میکنه، بعد بعضی امراض را به شکل از اشکال انتقال میده و این موارد سبب میشه که برای شریک جنسی بیماری ایجاد شده. یک مورد دوم، یک تعداد افراد و اشخاص متاسفانه بنابر استفاده ای که از مواد مخدر داره، رابطه جنسی خود را و مواد مخدر را با همدیگر شرطی ساخته. یعنی اونایی که باز مواد مخدر استفاده نکنن نمیتونن رابطه جنسی بگیرن. یک مورد دیگه که نقش داره دی مورد اوی است که در بس موارد وقتی که رابطه جنسی و وقتی که مواد مخدر استفاده میشه، این مواد مخدر به شکل از اشکال روی هورمون ها، روی نعوز، روی تمایلات، روی تخیلات و اینا تاثیر منفی داره و اینا از چند جهت عامل میشه که در نعوز کاهش رابطه جنسی، انتقال امراض جنسی و امثال موارد متاسفانه نقش منفی داشته. ممنون. کرمادن شرف الدین عظیمی صاحب، ستاسی ده خبرو پا دوام باید ووایم محترم عظیمی صاحب، چه ده معتاد و خلق ترمنز جنسی مقاربت چون مسئول دی؟ اول خو باید یادونه وکمه چه پگرنو مواردو که چکل تاسو نشی تو که کاروی دا پیسو تا ضرورت پیدا کی او تاسو مجبوره که گرید چه پا وقت نا وقت دیدوغو نشو دی پیسو پیدا کولو بخاطر فروشی وکی، زان پلورن تمخه وکی او جنسی اړیکو تمخه وکی او دغه جنسی اړیکی معمولا دیر روغه او سالمه ندی، دیر صحی ندی، دیر زلا پا دوغو اړیکو که گرن ناروغی او ویروسونه دی چایوی او دی ایدز په شمول ناروغی انتقالی گی چه زه فکر کوم لوی خطر همدغه دی ایچ آی وی مسئله ده او دا هغه ناروغی ده چه ستونزې او ربړې او په اصطلاح تاسو پوهیږئ چې یوه نړیواله خطرناکه او وژونکې ناروغی ده چې په همدغو اړیکو کې معمولا انسانانو ته پیدا کیږي او انسانان معمولا ډیر ځله د ایچ آی وی ناروغی یا وایرس معمولا د دغو جنسي اړیکو په وسیله اخلي او دغه اړیکې معمولا د نشیانو او هغو افرادو او اشخاصو ترمنځ چې په نشو اخته دي یو بل ته انتقال کیږي. کیدای سي خپله متادین یا نشیان جنسي اړیکې سره ونه ساتي، اما کله چې دوی له یوې پیچکارۍ نه، له یوې لیوې وسیلې نه، له یوه قاپه، له یوې زرورقه، له یوې وسیلې نه کار اخلي، دا دوی ته انتقال کیږي او بیا چې دوی ځي کور ته او خپل جنسي شریک سره اړیکه ساتي او اړیکه اخلي، بیا دغه ناروغی او دغه وایرسونه په هغه شکل انتقال کیږي په اسلام مور ته یا پلار ته د کورنۍ، او د کورنۍ مور او پلار بیا نو تاسو پوهیږئ چې د هغوی خو نو ډېر ورته ډېر مسایل دي او ډېر توکي دي چې هغه سره شریک دي او د ډوډۍ په وخت کې، د خوړلو په وخت کې، د معاشرت په وخت کې، د مراقبت مقاربت په وخت کې، ورته نورو مسایلو کې اولو بله دا امراض متاسفانه سره لږ دي. کرمادن ډېر مننه.
ممنون. یکی از مشکلاتی که معمولا در خانواده های معتاد با او مواجه هستند او مسئله تولد طفل در نزد از خانواده است. میشه که برای بینندگان برنامه بوالیسینا این موضوع را کم وضاحت بتن که او کسایی که در داخل یک خانواده مخصوصا زن و شوهر از مواد مخدر استفاده میکنند چقدر زیاد میتونن بالای طفل نوزادشان که در رحم مادر است یا که میخواین نو تازه نطفه القا شوه تاثیرگذار میتونه باشه؟ تحقیقات گوناگون نشان داده که الکل، سیگرت، تابلتکا، تریماجول، زیکا، هیروین، تریاک وقتی استفاده شده کودکانی که به دنیا آمده سوی شکل داشته، پیش از وقت تولد شده، مرده تولد شده، ناقص تولد شده، نقص عیب بدنی داشته، دچار یک سلسله اختلالات روانی و جسمی شده. ولی اینا تحقیقاتی است که به شکل وسیع در بحث‌های اکادمیک و علمی این بحث‌ها موجود است، در این مورد مقالات و تحقیقات وجود داره. اما آنچه که ما شخصا تجربه کردیم در بس و موارد وقتی که متوجه شدیم والدینی که کودکانشان ناقص بوده، سندروم دان داشته، ADHD داشته، اوتیزم داشته، عقب‌ماندگی ذهنی داشته، وقتی بررسی کردیم والدینش چند مسئله داشته. یک، تفاوت سنی داشته که مثلا خانم عمرش کم و شوهر عمرش زیاد بوده، مواد مخدر استفاده کرده و همچنان بعض خشونت ها در جریانی که مادر طفل را حمل می کرده را داشته. یعنی در این سه تجربه و این سه نشانه معمولا ما نشانی مواد مخدر را دیدیم و معمولا استفاده از الکل، چرس و سیگرت در این موارد بیشتر بوده. بله محترم عزیمی صاحب، درستی پشتنی په ډول کراته ووایه است چې د غیر نارمل ماشومانو د زیږیدنې د مخنیوي لپاره ستاسې توصیه و هغه ښځې او خاوند ته څه ده چې دوی مخدره مواد استعمالوي؟ زه غواړم اشاره وکړم چې د ناقصو ماشومانو، د اوتیزم ماشومانو، د ADHD ماشومانو، د وروسته ځینی وروسته پاتې والیو لرونکي ماشومانو، د ناشنوا ماشومانو، د نابینا ماشومانو، د مخکې له وخته پیدا کیدونکو ماشومانو، د مړو ماشومانو پیدا کیدل په دې وروستیو وختو کې په کابل کې په ګڼو روغتونونو کې او د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ډېر سوي دي. او ډېر ځله چې زه کله په دې برخه کې له دې برخې له متخصصینو سره یا زموږ له همکارانو سره نسای میلادي متخصصینو سره خبرې کوم چې د دې علت څه ده، انګیزه څه ده. یعنی زموږ ډېر ځینو نږدې خپلوانو په کورنیو کې دغه د دغو ناقصو ماشومانو یا مړو ماشومانو هغه اندازه او کچه ډېره سوې ده. ګڼې کورنۍ وایي چې نشه یي توکي، ناسم غذایی یا د خوړو رژیم، کورنۍ تاوتریخوالي او په ټوله کې رواني تکلیفونه د دې لامل ګرځي. چې په دغو دلایلو کې چې غټ دلایل موږ یاد کړو، نشه یي توکي ډېر جدي دي. نو په دې ترڅ کې زما وړاندیز ټولو کورنیو ته دا ده چې د یوه معیوب ماشوم، د یوه اوتیزم ماشوم، د یوه عقب مانده ماشوم، د یوه ذهني وروسته پاتې ماشوم لویول، پالل او دوی سره ژوند ډېر سخت ده. بیا په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې په یوه ټولنه او محیط کې چې د دغو ماشومانو لپاره مسلکي او هغه په اصطلاح خاص امکانات نسته. یعنی کله چې تاسو یو معیوب ماشوم دنیا ته راوړئ، دا معنی ورکوي چې د تاسو د 50 نورو ماشومانو انرژي له تاسې نه اخلي. نو د دې ستونزې په خاطر، د دغې ربړې د مخنیوي په خاطر، زه له ټولو کورنیو نه، میندو او پلرونو نه، هیله کوم چې په عام ډول په عمومي شکل له نشو نه او نشه یي توکو نه او علل خصوص د امیدوارۍ په وخت کې، د مور د ماشوم د لېږد په وخت کې چې دوی په خپل پوست او په خپل رحم کې لېږدوي، په دغه مهال او په دغه حالت کې دوی د خپل ماشومانو او د ماشوم د مور صحت او روغتیا ته ډېر پام کوي. محترم شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس جان، سپاس از حضورتان در برنامه. ستاسې یک کور ودان، ډېره مننه ستاسې معلوماتو څخه.